یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون همه هم پول خرجش شده بود چقدر پول خرج کرده بودن چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانند در یک بزنگاهی در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن این حرکت به وسیله مردم نابود شد بله در میدان نیروی انتظامی بسیج سپاه دیگران وارد میدان شدن در اون چند روز در مواجهه سخت کار خودشون را وظیفه خودشون را انجام دادن بسیج بیش از دیگر مجموعه های کشور یا در ردیف اولین مجموعه های کشور از لحاظ دشمنی نظام سلطه و جبهه استکبار با اوست نه فقط در ایران هر جا دیگه نمونه هایی از نوع بسیج شما سراغ داشته باشید همینجوره اینا مثلا در عراق با هشت و شعبی هم همینقدر دشمنه در لبنان با حزب الله هم همینقدر دشمنه نمونه های مردمی جوان با انگیزه با خدا خب حالا چند تا تجربه هم توصیه هم من عرض بکنم چون الان 40 سال از عمر بسیج میگذره دیگه وقت استفاده از تجربه هاست باید تجربه های این 40 سال رو هر چه ممکنه لازمه که بهش توجه کنید و از این تجربه ها استفاده کنید من حالا چند تایی نوشتم دوستان خب الحمدلله توجه دارن مسئولین محترم سپاه و بسیج توجه دارن به اون کارهایی که باید انجام بگیرن حالا توصیه های ما ایناست اولا توصیه اول در همه زمینه ها همین زمینه هایی که گفتیم زمینه دفاع در میدان سخت در میدان نیمه سخت در میدان نرم در همه این زمینه ها آماده به کار باشید در بسیج در همه محله های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد در مقابل حوادث گوناگون تاکتیک ها و راهبرد های آماده داشته باشید غافلگیر نشید سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است از اون تجربه استفاده بشه کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 توی محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتن همیشه هم حضور داشتن هر حادثه ای که در اون منطقه رخ میداد انسان اول چشمش میافتاد به برادران کمیته البته اونا تازه کار بودن آگاهی های امروز شما رو توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن اما حضور داشتن حضور دائمی این حضور دائمی خیلی مهمه خدمات بسیج رو در معرض اطلاع عموم بگذارید بسیج خدمات فراوان و عظیمی داره آمار جالبی است 11,000 هسته گروه های جهادی جغرافیا محور و عهده‌داری 40,000 پروژه خدمت این ارقام رو ببینید که نیمی از این 40,000 رو تحویل داده
این ارقام به این عظمت 11,000 گروه جهادی خدمت و این همه اقدام های خدمت رسانی که انجام گرفته اینا رو به شکل هنرمندانه ای مسئولین محترم بسیج باید در اختیار افکار عمومی بگذارن مردم بدانن که بسیج علاوه بر اینکه امنیت اونها رو حفظ میکنه در مقابل اشرار در مقابل کسانی که مأموریتشون تخریب و آتش زدن و ویرانگری و نابود کردن اموال عمومی و اموال خصوصی و خانه های مردم و ایناست بسیج میاد میدان در کنار نیروی انتظامی و دستگاه های گوناگون مسئول به خدمت میکنه و دفاع میکنه از امنیت در کنار این خدمات بزرگ رو هم بسیج انجام میده اینا خیلی چیزهای مهم نیست که بایستی اینها رو حتما مردم عزیز ما بدانند خب یک توصیه دیگه هم این که بسیج در عین گستردگی بایستی چابک باشه نگذارید سازمان بسیج اسیر پابندهای رایج اداری بشه که خیلی از کارها و تکلفات اداری هست که مجموعه های انسانی رو زمینگیر میکنه نگذارید بسیج زمینگیر بشه